بیا برای زندگی طبیعت رو صدا کنیم، تو آسمون همدلی دلامون رو رها کنیم. استان خراسان رضوی یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات کشاورزی به حساب می‌آید. در این برنامه به شهرستان نیشابور سفر می‌کنیم تا با فعالیت‌های یک شرکت تعاونی تولید روستایی آشنا شویم. شهرستان نیشابور یکی از شهرستان‌هایی هستش که در بحث تولید محصولات کشاورزی از دو جنبه جایگاه ویژه‌ای داره. یکی بحث تنوع کشت هست در الگو کشت، که این تنوع کشتی که ما در شهرستان نیشابور داریم در واقع بعد از مشهد بیشترین تعداد محصولات کشاورزی در شهرستان نیشابور داره تولید میشه. برخی از محصولات کشاورزی که در شهرستان نیشابور تولید میشود از شهرت زیادی برخوردارند، مانند آلو، ریواس و انواع سبزی و سیفی. در 70 کیلومتری نیشابور به روستای چاه سالار می رویم. منطقه‌ای وسیع که برای دامداری و کشاورزی بسیار مستعد است. روستای ما حدود 100 سال قبل ایجاد شده. چاهایی بوده، دامدارا اینجا گوسفندش را آب می دادن و چادر نشین بودن، با چادر زندگی می کردن. کوچ می کردن، گاهی می رفتن به منطقه کوه سرخ و زمستون ها می آمدن در این منطقه. از 100 سال پیش اینا آمدن ایجاد کردن به یک آبادیه، از 2 خونه و 10 خونه و 20 خونه و خلاصه تا حال رسیده به 500 خورده خانوار. تا چاهای کشاورزی به وجود آمد و شروع به کار کردیم و به لطف خدا کشاورزی ما رونق پیدا کرد. یک هندوناکاری خیلی عالیه. شرکت تعاونی تولید روستایی غزالی میان جلگه در سال 1385 در این دهستان تأسیس شده و با داشتن 660 عضو 3 روستای چاه سالار، ده حسینی و ریزاب را با مرکزیت چاه سالار زیر پوشش قرار داده. این دهستان 24 حلقه چاه عمیق با مجموع دبی 890 لیتر بر ثانیه دارد. این شرکت تعاونی بیش از 5000 هکتار اراضی منطقه را در اختیار دارد که 2000 هکتار را به کشت پاییزه و حدود 2500 هکتار را به کشت بهاره شامل گندم و جو اختصاص داده. در کشت بهاره بیشتر کشاورزان این منطقه به تولید هندوانه و پنبه مشغولند. با توجه به ظرفیت‌های کشت و کار منطقه و همچنین دامداری‌های منطقه، شرکت تعاونی با تأمین نیازهای تمامی کشاورزان و دامداران از قبیل نهادهای کشاورزی، بذور، سموم برای کشاورزان محترم و تأمین نهادهای دامی برای تمامی دامداران، فعالیت‌های خودش رو در این زمینه به تمامی اونها ارائه میده و در حال حاضر بیش از 15000 رأس دام سبک و حدود 2000 هکتار اراضی زراعی و 600 هکتار اراضی باقی منطقه رو در بر گرفت. در اینجا شرکت تعاونی تولید روستایی تمامی امکانات و شرایط را برای گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن، علمی و فنی و در نتیجه بالا بردن کیفیت محصولات و افزایش درآمد کشاورزان فراهم کرده. دستاورد این حرکت جلب رضایت مردم است. مهمترین اصلی رو که ما از سال 1395 دستور کار خودمون قرار دادیم ایجاد پل ارتباط قوی بین ما و مردم است. فعالیت‌های جنبی شرکت با شناسایی نیازهای مردم در جهت رفع مشکلات مردم در محل شرکت تعاونی انجام می‌گیره.
که مهمترین اونها بیمه روستاییان، کشاورزان و عشایر و همچنین انجام بیمه محصولات کشاورزی، توزیع کالاهای اساسی بین مردم، انجام امورات توزیع حواله های سوخت تراکتورها و همچنین در حال اخذ مجوز سمفروشی و مجوز خدمات کشاورزی غیر دولتی، خدمات مکانیزاسیون و دفتر پیشخوان دولت و نهایتاً توزیع کالابرگ های الکترونیکی در بین اهالی هست. امیدواریم بتونیم در این زمینه تمامی نیازهای مردم رو در محل شرکت تعاونی برآورده بکنیم. مدیریت در شرکت های تعاونی تولید به دلیل بافت اجتماعی، شرایط خاص جغرافیایی و آداب و رسوم مردم منطقه ظرافت و پیچیدگی خاصی دارد. از آنجایی که مدیریت شرکت تعاونی به صورت جمعی و توسط اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و نماینده ادارات دولتی صورت می‌گیرد، معمولاً منجر به اخذ تصمیمات جمعی و خدمات مطلوبی می‌شود. شرکت تعاونی مزایای خیلی خوبی داره. هر روستایی که این شرکت تعاونی تولید ندارن، واقعاً این مزایا را ندارن. شاسالار الحمدلله از وقتی شرکت تعاونی تولید روستای غزالی میانجلگه اینجا تأسیس شده، خیلی خوب به نفع کشاورزا بوده. رشد روزافزون جمعیت و در نتیجه افزایش نیاز به تولید غذای بیشتر از یک سو و دستیابی بشر به فناوری‌های جدید از سوی دیگر، لزوم توجه به علوم، فنون و بکارگیری روش‌های نوین کشاورزی را به ما گوشزد می‌کند. انتقال یافته‌های جدید به کشاورزان از طریق کارشناسان مطلع و خبره یکی از شیوه های دستیابی به این هدف است. در زمینه بازدید مستمر از باغات و مزارع و توصیه های فنی و کارشناسی که بتونیم کشاورزها رو به سمت درآمد بیشتر با کیفیت محصولات بهتر و مصرف بهینه آب بیشتر سوق دادیم. افزایش قیمت نهادهای کشاورزی مثل انواع بذر، کود و سم بیشتر کشاورزان را در تنگناهای اقتصادی قرار داده. اکنون به نظر می رسد یکی از مهمترین راه‌های کمک به کشاورزان علمی شدن فعالیت‌های کشاورزی است، همچون استفاده از فناوری‌های جدید و به ویژه قابلیت پهپادها. با توجه به کشت‌های پاییزه و بهاره حوزه عمل این شرکت که در سطح منطقه مردم برای بحث تغذیه و همچنین مبارزه با آفات مشکلات متعددی را از لحاظ تأمین آب شیرین و سمپاشی با تراکتور را داشتن، که یکی از راه حل‌هایی را که ما تو منطقه ترویج دادیم و با استقبال زیاد کشاورزان مواجه شد، سمپاشی با پهپاد بود. چرا که سمپاشی با پهپاد هم نسبت به سمپاشی‌های قدیم خسارات کمتری رو به محصول میزنه، زمان کمتری رو برای سمپاشی میبره و همچنین کیفیت بالای سمپاشی و محلول پاشی در مزارع رو به همراه داره که منجر به افزایش و کیفیت عملکرد محصولات شده. کشاورز ما باید آموزش ببینه. ما هرچه کلاس بگذاریم برای دامداری، خصوصا تکنولوژی جدید دامداری و کشاورزی، کمه. توان علمی و تکنولوژی دامدار و کشاورزمون رو ببریم بالا. کشاورزان منطقه در حال بروز کردن اطلاعات و آگاهی خودشون در زمینه کشت محصولشون با انجام کلاس‌های آموزشی، فیلم‌های آموزشی، اطلاعیه‌های ترویجی و همچنین بازدید کارشناسان شرکت و کارشناسان جهاد کشاورزی باعث افزایش عملکرد محصولات منطقه شده که رشد چشمگیری در درآمد و اقتصاد منطقه را به همراه داشته.
این شرکت تعاونی همکاری و ارتباط خوبی با جهاد کشاورزی دارد. این تعامل و بکارگیری سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در منطقه ایجاد نگرش مطلوب در بین مردم و افزایش درآمد آنان را به دنبال داشته است. شرکت تعاونی تولید روستای غزالی میانجلگه دو سه سالی هست که از طریق توصیه‌های کارشناسی، راهنمایی‌هایی که خود مدیر عامل محترم و کارشناساشون به کشاورزان حوزه عمل دادن، تونستن بسیار نقش مؤثری در افزایش عمل کرد و جلب رضایت خود کشاورزان و بهره برداران منطقه داشته باشد. به دلیل خشکسالی‌های پی در پی، این منطقه هم با کاهش دبی آب و همچنین قطعی برق مواجه بوده. بنابراین با گرایش بیشتر مردم به استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری، حرکت خوبی برای بهینه کردن مصرف آب شروع شده. در بحث آبیاری نوین و کشت نوار تیپی که 5 سال پیش در منطقه دهستان غزالی روستای 4 سالار ده حسینی و ریزاب شروع به کار کردیم، با برگزاری کلاس‌های آموزشی بین مردم این قضیه رو ترویج دادیم و خب چند نفری از این موضوع استقبال کردند که با بحث لوله گذاری هاش و تیپ گذاری هاش انجام شد و در کنار همین مزارع قرقابی بود که این یک قیاس خیلی زیبایی به کشاورزان خودشون تونستن انجام بدن. منطقه کشاورزیمون قبلا همش قرقابی بوده. از سال 95 کشاورزا رو سوق دادن به طرف قطره‌ای و که بابا قطره‌ای بکارین، هم کشتتون بالا میره، هم مصرف آب کم میشه. و سال 95 مقداری تیب آوردن، استقبال خوبی نشد. حالی چند نفری تیب آوردن و به 97 رسید، استقبال خوب شد. ما قرقابی حدوداً 12 ساعت 1 هکتار خورده کش میکنیم. دیگه با سختی بتونیم 500-600 کیلو مثلا تخم اندونه در بیاریم. ولی کشت قطره‌ای و تیب با این که 30% هم آب کمتر میبره، ولی تخمش به 1 تن هم رسیده. در سالیان قبل عمده کشت این محصول به روش کشت قرقابی بوده، با حجم بسیار، مصرف آب بسیار بالا و راندمان به نسبت پایین تر. اما در سال زراعی جاری در حلوش 650 تا 700 هکتار کلن از طریق آبیاری قطره‌ای و با نوار تیپ این کار انجام شده. خب قطعاً باعث صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش عملکرد انشاءالله در آینده خواهد شد که این میتونه در بهره‌وری و افزایش محصول کشاورزان عزیز و پرتلاش ما نقش بسیار مؤثری داشته باشه. محاصل و مزایای روش تیپ نسبت به روش سنتی، خب حذف جوی پشته ها رو در پی داشته که سطح مفید مزرعه رو افزایش داده که خب نتیجتاً تعداد بوته در واحد صد افزایش پیدا میکنه و عملکرد محصول افزایش نهایی رو داریم. بحث هزینه های کارگری در روش تیپ بسیار پایین تره برای آبیاری. چند مزیت دیگر برای استفاده از این شیوه آبیاری میتوان نام برد: کاهش تبخیر و هدر رفت آب، رساندن مستقیم آب به گیاه و جلوگیری از گسترش آب در سایر نقاط مزرعه، پیشگیری از رشد علفهای هرز، جلوگیری از تجمع آب در اطراف محصول و در نتیجه پیشگیری از پوسیدگی آن و بالاخره کم شدن میزان خسارت از طریق کاهش بیماری ها و آفات. در روش سنتی میزان مصرف آب برای 1 هکتار 7 تا 8 ساعت با دبی 35 لیتر در ثانیه رو داریم که همین دبی و همین میزان ساعت آب رو دو برابر میزان کشت رو در منطقه داریم. یعنی یک کشاورز با 35 لیتر دبی 35 لیتر بر ثانیه و 7 ساعت آبیاری میتونه 2 هکتار کشت داشته باشه. یکی از محصولاتی که در الگو کشت این حوزه این تعاونی الان خدمت شما هستم کشاورزان دارن،
بحث کشت هندوانه عاجلی هست به منظور استفاده از دانه هندوانه برای بحث مصرف عاجلی، که چون الان بحث بر سر این است چون هندوانه یک محصول پر آبی هستش، آب زیادی مصرف میکنه، ما دنبال این هستیم که این سیستم ها رو در منطقه خدمت شما هم توسعه بدیم. خاک این منطقه برای کشت هندوانه خیلی خاک مرغوبیه، چون به قول ما میگیم خاکش دوموه، بعد زود ریشه گذاری میکنه هندوانه، بیاش هندوانه در این سرزمین. به همون خاطر خیلی ما از این کشت و در این منطقه کلن راضی هستیم. آب و هوای منطقه خشک و گرم محسوب میشه، خاک این منطقه بافت سبک داره و آب شوری داره. خب ایسی آب بالای منطقه باعث آهکی شدن خاک‌های منطقه شده، که خب ما حتی برای رفع این مشکل تدابیر خیلی زیادی رو دیدیم که خدا رو شکر در منطقه برای اصلاح بافت خاک کارهای خیلی خوبی رو تونستیم انجام. نیاز هندوانه عاجلی به آب از هندوانه های جیرفتی کمتره. ما آمدیم به همون خاطر باز از تیب استفاده کردیم، هم کشت زمین من اضافه شده، بعد از لحاظ ضایعات هم کشت قرقابی 15% ضایعات داشت که آب زیرش میافتاد همه میپوسید هندوانه، 15% ضایعات داشت، ولی تو تیب اصلا هیچ ضایعاتی ما نداریم. بعد از نظر درآمدی وزنی تخمه عاجلی تو قرقابی هر هکتار ما 600 کیلو برداشت میکردیم، ولی تو تیب چون به محض شیرفلک آب رو ما باز میکنیم کل زمین همزمان آب میخوره، این تقریبا به 1.2 تن رسیده در هر هکتار، که آیدیمون از این مقدار هم باز دو برابر شده. با توجه به اطلاعاتی که خود کشاورزان در دسترس ما قرار دادن، در جاهایی که در سالهایی که هندوانه عاجلی رو کش میکردن هر هکتار 7500 متر مکعب آب مصرف میشده با تولید 600 تا 700 کیلوگرم بذر به عنوان مصرف عاجلی. الان که کل اراضی منطقه در حد 700 هکتار به توسعه سیستم های نوین آبیاری اینجاها مجهز شده و با این روش دارن هندوانه تولید میکنن با مصرف حدود 4000 متر مکعب، خدمت شما عرض کنم که حدود 1 تن بذر عاجلی رو دارن تولید میکنن. در این مزرعه در نتیجه استفاده از شیوه آبیاری نوین، علاوه بر مزایایی که گفته شد، میزان عملکرد محصول در هر هکتار بیشتر از 1000 کیلوگرم شده. در روش سنتی این میزان بین 600 تا 700 کیلوگرم بود. در منطقه میانجلگه خصوصا در منطقه چاسالار ما زمین بسیار مرغوبی داریم که به حمدالله خاکش بیشتر از شنه، چون خاکش بیشتره در نتیجه محصولات مرغوبی به عمل میاد، خصوصا هندوانه در اینجا از زمان سابق هندوانه کاری رواج داشته که به قول معروف میگفتن هندوانه در که خواهی میوه شیرین تو ای جان پسر، هندوانه در رباط و خربزه در چانسر، یعنی چانسر این روستای بغل دسته خربزه شیرین داشته، هندوانه هم بهترین هندوانه مرغوب در میدان رباط داشتیم که اینجا مشهور به میدان رباطه. هندوانه شهری یا همون جیرفتی که ما میگم تو مسیرهای کشت میکنن، به محض 10 روز باید این به فروش برسه، اگه به فروش نرسه کلن کشتش از بین میره، ولی هندوانه عاجلی این خصوصیت رو داره که خشکباره. شما میتونید به محض که این هندوانه دست داد تخمه را از مغز جدا میکنیم و خشک میکنیم، اگر احیانا بازار خراب باشه تا 1 سال هم میتونیم نگه داریم چون خشکباره. نکته مهمی که تو این محصول هست، این محصول فقط بحث تخمه هندوانش ملاک اصلی فروش این محصول است، که خب در منطقه قدیم به صورت قراقابی کشت می شده این محصول که مصرف آب بسیار بالایی داشته و سطح زیر کشت پایین. خب با انجام لوله گذاری و تیپ گذاری برای محصول کشت هندوانه ما این افزایش سطح کشت رو داشتیم و افزایش میزان تولید در هکتار رو
رقم خورد. ما از اول برج هش اینها رو هر 10 متر کارگر میاریم، یک ردیف میریزن، بعد کارگر ردیفی که رخت باز دوباره دستگاه میاریم، دستگاهی که دانه رو از مغز هندوانه جدا میکنه، تراکتور هم کنار هندوانه میره، دو تا کارگر هندوانه ها رو میریزن توی دستگاه. ما هر روزی حداقلش 50 کیسه با دو تا کارگر، 50 کیسه 50 کیلویی دونه میتونیم آماده کنیم در بیاریم. هندوانه ها در مزرعه توسط کارگران جمع آوری و به وسیله تراکتور دانه می شود. در مرحله بعدی دانه ها را به روستا منتقل می کنند و برای خشک شدن به دستگاه خشک کن می سپارند. در سالهای گذشته که تراکتور نبود، دستگاه خشک کن نبود، ما رفتن بین مزارع دانه ها اونا هندوانه ها را کوره کوره می کردن. خانما آقایان با چاقون با دستش ها روی پارچه اینا را تخمه ها را فرد میکردن، تخمه ها می آوردن داخل روستا روی یا مزایک یا سیمان مرختن، اینا خوش میشد. اون موقع دنه ها که خوش میشد مدادن به خانم ها با خلاصه سفیدار جدا میکردن، خوب و بد میکردن. سالهای قبل ما روی زمین میرختیم، رنگش سفید میگشت. الان از موقعی که ما شروع کردیم با خشک‌کن این دانه ها رو خشک میکنیم، رنگش خیلی کیفیت داره، رنگش قرمزه. کار سنتی که دست چیز کنید زیاد مورا، اما با این دستگاه کار زود انجام میده، مزنی هم دانه زود حمله نقل منه، هم زود به بازار مرسنه. این به دو روزه این دستگاه تراکتور و دستگاه خشک‌کن به دو روز محصول تد بازار اونو مرسنه. با اینا رو بستگی بندی میکنیم داخل کیسه های گونی، بعد میبریم به سمت منطقه سبزوار. اونا اکثرا میخرن برای اصفهان، شهرهای بزرگ اصفهان و تهران. باز از اونجا اکثرا کشورهای عربی مثلا حاشیه خلیج فارس کلن دنبال این دونه ها میگردن. با توجه به سطح بالای زیرکشت هندوانه آجیلی در منطقه حوزه شرکت غزالی میانجلگه، به منظور بازاریابی محصول هندوانه آجیلی در سطح حوزه عمل منطقه، جهت ارتباط بین کشاورزان و بازار، خب ما فعالیت های زیادی رو برای ایجاد پل ارتباطی بین بازار و مردم انجام دادیم که امید داریم این پل ارتباطی بین مردم و بازار در بحث محصول هندوانه آجیلی به بهترین شکل به ثمر بنشینه و تمام منافع به کشاورزان محترم برسه. مردم سه روستای چاه سالار، ریزاب و ده حسینی که مجموع جمعیتشان حدود 1500 خانوار است، در کشت بهاره به تولید هندوانه و پنبه مشغولند و در کشت پاییزه گندم و جو می کنند. اما در سالهای اخیر احداث باغهای پسته رواج خوبی یافته و این محصول سود زیادی را نصیب باغداران کرده است. در حوزه عمل این شرکت حدوداً 600 هکتار باغ پسته ما داریم که خب اصلی ترین موضوع ما به سمت باغداری پسته هست. سفر ما به دهستان غزالی همزمان شد با زمان برداشت محصول پسته. اکنون پسته ها به بار نشسته
و ما از نزدیک شاهد تلاش باغداران برای برداشت این محصولیم. در مجموعه تعاونی مکانیزه کردن فعالیت‌ها در باغ‌های پسته و گذر از باغداری سنتی به شیوه‌های مدرن، از جمله به کارگیری سیستم‌های آبیاری نوین، اهدافی است که پیگیری می‌شود. حضور کارشناسان کشاورزی در باغ پسته نشان دهنده فعالیت‌های ترویجی مؤثر برای تولید محصولی با کیفیت است. یکی از اهداف اصلی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در منطقه‌ای که تشکیل میشه، خب جلوگیری از خرد شدن اراضی و یکپارچه‌سازی اون منطقه است. خب ما الان در منطقه‌ای که هستیم، سه حلقه چاه عمیق رو که از سال 1391 کارهای تحقیقاتی فاز تحقیقاتیش انجام شده و در حال حاضر پیگیر طرح‌های یک پارچه سازیش از طریق تسهیلات وزارت جهاد کشاورزی هستیم که بتوانیم این مزارع رو از قطعات خرد شده کوچک به یک پارچه تبدیلش کنیم. در ادامه خدماتی که شرکت تعاونی روستایی به مردم ارائه داده، اهداف دیگری هم دنبال می شود که جزو برنامه‌های آتی آن به شمار می رود. محقق کردن کشاورزی قراردادی، ایجاد یک آزمایشگاه خاک، تهیه نقشه‌های منطقه و دریافت مجوز مکانیزاسیون از جمله این برنامه هاست. فعالیت مهم دیگری که دنبال می شود یک پارچه کردن زمین های کشاورزی منطقه است. ایجاد جاده بین مزارع و احداث استخرهای ذخیره آب برای تغذیه سیستم های آبیاری نوین از جمله کارهایی است که در جهت یک پارچه سازی اراضی باید انجام شود. مهمترین دغدغه شرکت تعاونی در بحث استفاده از منابع آبی و زمین‌های کشاورزی برای تولید با کیفیت هست که در این راستا ما هدف گذاری‌های رو برای کشت آبیاری نوین، توصیه‌های فنی و کشاورزی برای تغذیه باغات و مزارع و مبارزه با آفات و گرفتن کارشناس‌های گیاه‌پزشکی در این خصوص که بتونیم یک محصول با کیفیت رو در منطقه تولید کنیم. در همین جهت بازدیدها و کلاس‌های آموزشی متعددی برگزار و اطلاعیه‌های ترویجی مفیدی در میان مردم توزیع شده. یکی از اهداف مهم شرکت‌های تعاونی تولید روستایی که به عنوان بازوهای جهاد کشاورزی محسوب می‌شوند، بالا بردن عملکرد، افزایش تولید محصول و در نتیجه سودآوری بیشتر برای کشاورزان است.